درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً علاوه بر لایک و کامنت های پر از مهرتون، یک کامنت انگلیسی حتی یک اوکی اضافه کنید تا یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. زنگوله رو هم فعال کنید. سپاس. عذرخواهی از امام خمینی. امام جان، تقصیر تو نبود، تقصیر از ما بود که نفهمیدیم چرا یک روز به عنوان یک آخوند ساده رفتی تبعید، ولی 15 سال بعدش صحیح و سالم و با درجه امامت برگشتی سر جات. تقصیر از ما بود که وقتی رو فضای ایران ازت پرسیدن بعد از 15 سال برگشت به وطن چه احساسی داری و گفتی هیچ، ما متوجه نشدیم منظور چیه. اصلاً تقصیر از ما بود که وقتی دربست و با هواپیمای اختصاصی فرانسه آوردن تهران و ماموران اطلاعاتی دولت فرانسه دستت رو گرفتن که نکنه از پله‌ها بیفتی، دوزاریمون نیفتاد. تقصیر از ما بود که وقتی با شورلت آمریکایی سفارتخانه شیطان بزرگ با اون شماره خارجکیش بردنت بهشت زهرا، نفهمیدیم جریان چیه. تقصیر ما بود که وقتی گفتن عکست افتاده توی ماه، اولش خندیدیم ولی 2 دقیقه بعدش از لای پرده نگاه کردیم ببینیم آیا واقعا این اتفاق افتاده یا نه. تقصیر ما بود که وقتی گفتن یه تار موت لای قرآن کشف شده، کتاب دعای مادر بزرگ رو زیر و رو کردیم که ببینیم حقیقت داره یا نه. ای لعنت به شعور کم ما. تقصیر ما بود که جلوی اعدام‌های بیهوده و مصادره اموال آدم‌های بیگناه و زحمتکش رو نگرفتیم. آره داداش، تقصیر ما بود که وقتی گفتیم می‌خوایم اسلام رو به کشورهای مسلمان صادر کنیم، نفهمیدیم جریان چیه و برای چی قراره ما زیره به کرمون ببریم. تقصیر ما بود که در مورد گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا سکوت کردیم. اصلا تقصیر ما بود که نفهمیدیم چرا گروگان ها رو 444 روز به اسارت گرفتی و چرا درست روزی که ریگان برای ریاست جمهوری آمریکا قسم میخورد آزادشون کردی تا هم تو عزیز بشی و هم اون. برنامه چی بود؟ تقصیر از ما بود که وقتی روز اول گفتی آب و برق رو مجانی میکنیم ولی روز دوم گفتی اقتصاد مال خره، نتونستیم دوتا رو کنار هم بذاریم و متوجه بشیم که ما حساب کتابمون از تو هم خرابتره. تقصیر ما بود که وقتی بعد از 1 میلیون کشته تو جنگ هنوز حاضر نبودی از کشتارهای بیمورد جلوگیری کنی، نفهمیدیم که اصلا این خصومت شخصیه و به ما ربطی نداره. تقصیر ما بود که نفهمیدیم مملکت رو 2 دستی دادیم دست یک خارجی هندی که جون ما هیچ ارزشی براش نداره. تقصیر ما بود که با همون اولین دستگیری و کتک زدن خواهر و مادرمون به خاطر حجاب اجباری نریختیم تو خیابون تا حقمون رو بگیریم. تقصیر ما بود وقتی روزنامه ها رو تعطیل کردی و سیاسی ها رو انداختی زندان و یا اعدام کردی، نفهمیدیم که تو اومدی که صداها رو خفه کنی. تقصیر ما بود که کور رنگ بودیم و نفهمیدیم چرا مملکت در عرض چند ماه سیاپوش شد. آره رفیق، دوستای عزیزم، مخاطبین نازنینمون، مقصر اصلی ما بودیم که نفهمیدیم چطور 43 سال خمینی و حکومتش هر کاری توی خاورمیانه و دنیا خواستن کردن، ولی نه تنها کسی به رژیم او یک انگشت هم نرسوند، بلکه به جاش تلافیش رو سر کشورهای دیگه منطقه در آوردن. اصلا تقصیر ماست اگر عمرن فکر کنیم که این ربطی داشت به آزادی گروگان‌ها. درست روز قسم خوردن ریگان، یعنی مشغول زمه‌ای اگر اینجوری فکر کنی. آره داداش، تقصیر از خرفت بودن ما بود که نفهمیدیم تو باهوشتر از این حرفایی. گناهکار ماییم. فقط خوشحالم که روز قبل از اینی که از ایران در بیام رو دیوار نوشتم خمینی بت شکن، بت شده‌ای خود شکن. من از اول که در این مسائل بودیم و کم کم آثار پیروزی داشت پیدا می شد، در مصاحبه هایی که کردم چه با کسانی که از خارج آمدند، حتی در نجف و در پاریس
و چه در حرفایی که خودم زدم این کلمه را گفتم که روحانیون شغلشون یک شغل بالاتر از این مسائل اجرایی است. اوج وقاحت خمینی در این جملات آشکاره. و اگر چنانچه اسلام پیروز بشد، روحانیون میرن سراغ شغلهای خودشون. جالبه که بدونید هم اینی که بغل امام بود اعدام شد، هم اونی که این هواپیما رو با هزینه شخصیش برای امام اجاره کرده بود. راسته، ما اون روز خیال میکردیم که در این بهشت‌های تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به اونجوری که خدا میخواد ببرند. بعضیشون هم خوب بودند، لیکن رأیشون با رأی ما مخالف بود. و اما اوج توهم، این ویدئو با عنوان صحنه اعدام امام به دست شاه و معجزه بی‌نظیر امام برای اولین باره که پخش میشه. در این ویدئو به ماجرای عکاسی حاج رضا از دیدار خمینی و امام زمان سخن گفته میشه. امام رو بین 3 تا 1 هفته میگن اونجا بودم. این سرهنگ میگفتش که ما اجدان حضور شاه بودیم، آمد و قصدش بر این بود که امام رضوان الله علیه رو خودش ابن ببره. این شخص حاج رضا فرهانی محافظ ویژه امام معرفی شده. رفت دید اومدی و من جلوتر رفتم وارد اتاق شدم، دیدم حضرت امام نشستن. به امام گفتم بلند شید شاهنشاه اومدن. دیدم این خیالش نشست، انگار نه انگار که شاه کسیه. بعد دیدم شاه وارد شد. بعد که وارد شد با عصبانیت خود قدم زدن رفتن این ور، رفتن اون ور، رو شروع کردن چیز گفتن. یه مرتبه ناسزا به امام گفت. ناسزا که به امام گفت، امام سرشون رو بلند کردن. پدری که رضا قلدر بود نتونست غلطه بود، تو که رقمی نیستی. میگفت شاه هم خب قصدش این بود که اومده بود که اصلا امام رو بکشه. اینجا که شد با عصبانیت تمام دست کرد و شمشیرشو بلند کرد همجوری که بزنه به امام. گفت دستش بالا خوش شد، ولی ما دیدیم که دستش پایین نیبرد. میگفت خب منم میدونستم که اومده بکشه دیگه. خودم هم خیلی راغب بودم که امام رو از بین ببره، چون ضد شاهنشاه، ضد مملکته. گفت نمیدونستم که آیت الله خمینی کیه چیه، نمیشناختم. همونجوری که دستش بالا بود، من دیدم یهو چرخید و برگشت داره میره تا پای جیپ هم رفت. تا پای جیپ که رفت دستش بالا بود. پای جیپ که رسید و دستش افتاد، من گفت برید برید با عجله. گفت ما هم خب تبعید از ایشون آمدیم سواشون رفت. زمانی که رفتیم به کاخ رسیدیم، سوال کرد یکی از مسئولین که قربان شما رفته بودید که کار تمام کنید، آیت‌الله خمینی رو بکشید. گفت مگر ندیدید، البته کلمه زشتی به کار میبره، با اونا گفته بود احمقا، مگر ندیدین که من دستم رو که بالا بردم که بزنم دستم خوش شد. و بعدش اون مقابل من که پشت سر آیت‌الله خمینی بود، 11 تا سید با شمشیرهای برنه به طرف من حمله بر شدن. درنگ کرده بودم 11 تا سید منو تکه پاره میکردن. بعد از اون گذشته اژدهایی بود، آتش به طرفم گشود. یعنی درنگ کرده بودن، اصلا سوخته بودم، جزقاله شده بودم. تمسخر منتخب ولی فقیه توسط روس‌ها. این عکس رو روزنامه ارگان حزب کمونیست روسیه منتشر کرده و این در حالیه که تحقیرهای سریالی نوکر توسط ارباب همچنان ادامه داره. قطعاً این حجم از تحقیر رئیسی در سفر به روسیه و حواشی اون به صورت هدفمند از سوی مسکو طراحی و بر اون دامن زده میشه. برای اثبات این قضیه، علاوه بر برخوردهای پوتین با رئیسی، باید به انتشار سریالی فیلم‌های رسوا کننده بعد این ملاقات توجه کرد. فیلم اول ورود رئیسی به دفتر فرعی پوتین و نیامدن پوتین به سمت او و دست ندادن و نشستن زودتر به شکل تحقیرآمیز. فیلم دوم صحبت از ضیافت نهار در جلسه در حالی که پوتین هیچ جلسه نهار یا شام با رئیسی برگزار نکرد. فیلم سوم خروج بدون بدرقه رئیسی و صحنه مضحک جاماندن و درماندگی مسئول تشریفات ریاست جمهوری. مسلماً انتشار این فیلم‌های رسوا کننده و تصویر جدید روی جلد مجله حزب کمونیست بدون هماهنگی با ارباب پوتین نبوده. باید دید هدف ارباب از این همه تحقیر بی سابقه نوکر خود
آیا به خاطر رأی 10% رئیسی از سوی مردم ایرانه یا علاوه بر اون اهداف و نقشه دیگری نیز پشت پرده اون وجود داره؟ بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.